بسم الله الرحمن الرحیم. به مجمع خبری خوش آمدین. سرخط خبرها. برای نخستین بار به واسطه افغانستان از ترکمنستان به پاکستان انتقالات گاز آغاز شده است. مسئولین میگن که با همه کشورهای همسایه روابط مثبت میخواهد که و از تجاران ملی میخواهند که برای قوانین تجارتی احترام قائل شود. چه در افغانستان اسلامی امارات به ضبط وزارت تجارت و اتاقای تجارت ستاسو سره پرهم کاردی همګډ سرمایه گذاری ته ګډ ترانزیټ ته ګډ تجارتي همکاري ته سره همکار دی. موږ د ټولې دنیا سره د ټولو همسایګانو سره په متقابل اقتصادي احترام ولاړ شی اړیکې غواړو. خواست کمک ها از بحر مبارزه با مریضی پوست حیوانات. مسئولین وزارت مالداری و آبیاری میگند که برای جلوگیری از این مریضی بیشتر از 3 لک حیوان را واکسین کرده است. از یونما و از سازمان بین المللی خصوصا سازمان خوراکی و زراعتی که در بخش کار بکنه تا به حالم توجه خوبی داشته، از این بعد توجه بیشتری بکنه تا که ما زمین ساز باشیم که اونمو هدفشانه که ما حقوقو به تحقیق برسانیم. آزادی 60 زندانی مهاجر افغان از زندانهای پاکستان. مسئولین سفارت کابل در پاکستان میگند که زندانیان مهاجر افغان که از زندانهای پاکستان تازه آزاد شدند از راه چمن به افغانستان منتقل شدند. در اینها اطفال هم شامل است و قبلا هم 2220 تن با شمول اطفال و زنانه رها شده از راه مرز چمن راهی وطن گشتند. افزایش وقات مثبت مرض مولاریا در شرق کشور. مسئولین صحی در ولایت ننگرهار میگند که برای جلوگیری از این مرض آگاهی عامه نقش مهمی دارد. چی نوی سلنه در گران دیواز در فتیج سیمی یعنی ولایتونو ننگرهار، لغمان، کنر او نورستان کی سب شوی مالاریا پا افغانستان کی یوا لوی روغتیایی ننگوانه در. آغاز صادرات گاز ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان برای اولین بار آغاز شد. برای اولین بار صادرات ترانزیت گاز ترکمنستان به پاکستان از طریق قندهار آغاز شده است. در مرحله اول 50 متر گاز به این کشور منتقل شدند. در این مراسم محمد یونس محمد رئیس تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان بر روابط متقابل با همه کشورهای همسایه تاکید کرد و از همه تاجران ملی خواست است که تا به قوانین احترام قائل شوند. مسئولین میگند که با این کار فرصتهای کاری برای تعداد زیاد از مردم فراهم می شود و وضعیت اقتصادی کشور بهبود می یابد. برای اولین بار صادرات ترانزیت گاز ترکمنستان به پاکستان از طریق ولایت قندهار آغاز شد. این گاز که مخصوص برای پاکستان تولید می‌گردید در مرحله اول 50 متر گاز صادر شد. محمد یونس محمد رئیس تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که امارت اسلامی خواهان روابط خوب و متقابل با همه کشورهای همسایه است و از همه تجاران ملی می‌خواهد که به قوانین امارت اسلامی پابند باشند. خواهش تلی تقریبا 310 کیلومتر لاله کم نظر کنید. وسبه تقریبا دالر تقریبا 910 کیلومتر په نظر کې نیست. تقریبا چې د تورغونډۍ څخه در دغه پر در سپین بولدک پورې تقریبا دا 100 کیلومتر کېږي. بیا د کوټې تر ښار پورې د کوټې تر مرکز پورې تقریبا 160 کیلومتر یا 120 کیلومتر کېږي او په خوا دالر 310 کیلومتر در کوټې پورې منظر کې دا تقریبا هم په تجارتی لحاظ هم په اقتصادي لحاظ موږ همسایګانو ته دا ګاز ارزانه تمامیږي. زموږ پر ټولو همسایګانو د افغانستان پر ګاونډیانو دا غږ دی چې د افغانستان اسلامي امارات په سر کې وزارت تجارت اتاقای تجارت ستاسو سره پر همکار دی. هم ګډې سرمایه ګذاري ته ګډ ترانزیټ ته ګډې تجارتي همکاري ته سره همکار دی. موږ د ټولې دنیا سره د ټولو همسایګانو سره په متقابل اقتصادي احترام ولاړ شی اړیکې غواړو. ترانزیت این گازها توسط شرکت بین المللی یا سر بابسی صورت گرفت و به گفته مسئولان این صادرات نه تنها برای ترانسپورت افغانستان مفید تمام می شود بلکه برای فراهم کردن زمینه های کاری برای جوانان نیز کمک می کند. دا گاز هغه گاز نه دی چې د افغانستان لپاره راځي او مصرفي، دا ترانزیتي گاز دی چې مخصوص د پاکستان لپاره رانیول کیږي او د پاکستان لپاره د
نو دا ګټه موږ افغانستان ته د ترانسپورت پر کار لیږي، خلک مو پر کار لیږي. دا افغانستان ته ګاز د ترکمنستان څخه اوس هم واردېږي، موږ هم واردوو. د شل 15 کاله کېږي دغه موږ کسب دی، دغه مو کار دی. موږ ګاز افغانستان ته واردوو، تیل هم واردوو. دا یو بل بخش دی چې دا د ترکمنستان څخه ګاز راځي پاکستان ته. در همین حال مقامات ولایت قندهار از همکاری همه جانبه اطمینان میدهند و میگویند که با آمدن امارت اسلامی روابط بین کشورهای همسایه افزایش یافته و صادرات و واردات اطمینان کامل دارند. نور که وجه انسان تاسی مالونه و موتران و این قسم زند و خند و نفکی راجی در قصد قندهار گمرک و ریاست که مختص در طول و اطمینان در که وجه این اولین بار است که افغانستان دو کشور همسایه را با مسیر صادراتی وصل میکند. با این کار فقط با کشورهای همسایه روابط بهتر میگردد، بلکه برای ترانسپورت افغانستان بسیار مفید تمام میشود. شخص در مورد مرضی لامپی اسکین از سوی وزارت زراعت و مالداری مسئولین میگویند که برای برطرف کردن این مرض مبارزه دوام دارد. آنها بر آگاهی آمد تاکید میکنند. مسئولین میگویند که برای برطرف کردن این مرض راه خوب واکسین است. دکتران میگویند که این مرض به انسانها سرایت نمیکنند و استفاده از گوشت حیوانات مریض برای انسانها مشکل ایجاد نمیکنند. افغانستان یک از کشورهای زراعتی به حساب می آید که نزدیک به 80% مردمش مصروف زراعت و مالداری می باشد. بر همین اساس در اقتصاد افغانستان نقش مهمی دارد. اما از چند سال به این سو در ولایت‌های مختلف کشور از اثر مریضی لامپی اسکین بیشتر از حیوانات کشته شدند. مسئولین برای جلوگیری از این مریضی می گویند که در این مورد آگاهی عامه را آغاز کرده است. او مونږ امیدواریو چې په دې برنامه په تطبیق سره به زمونږ مالداران او زمونږ ټولنه د اقتصادي ستونزو او د مسئولیت غذایي کې چې کومې ستونزې رامنځته کیږي د هغې مخنیوی به وشي. او یوه هیله د رسنیو نه لرم چې دغې برنامې ته پوښښ ورکړي او همدا ډول د دغې مریضۍ علایم، اضرار او د مخنیوي او د دغه واکسینو د تطبیق دپاره برنامې جوړې کړي. مسئولین میگویند که اگر علاج این مریضی در آینده نزدیک صورت نگیرد، ممکن بر اقتصاد کشور تأثیرات منفی وارد کند. آنها تأکید میکنند که تا حال نزدیک به 3 لک حیوان را واکسین کرده است. مرض از جمله امراض قابل انتقال برای انسان ها نیست و زمانی که کدام حیوان را LSD یا مرض لامپیسکن میگیره، میتونند که از شیر از او استفاده کنند و از گوشت از او همچنان. اما برای اینکه اگر حیوان خوب جاندار باشه میتونیم استفاده کنیم. اگر حیوان بسیار ضعیف و لاغر بود، ما ترجیح میدیم که گوشت از او حیوان باید هدر شود. کنترل مرض LSD همی است که ما باید حیوانات را واکسین کنیم که خوشبختانه برنامه واکسیناسیون با کمک و ابتکار FAO در سال 2022 هم شروع شد که ما 1,25,000 حیوان در مو حالتی که مریضی شو پیدا کرد واکسین کردیم و همچنان دوره اول از واکسیناسیون تقریبا بیشتر از 3,000 حیوان واکسین شده و همیال هم واکسیناسیون جریان داره. مسئولین میگویند که برای جلوگیری از این مرض در کشور در ولایت‌های مختلف کشور دکتران مسلکی فرستاده است که برای مردم آگاهی عامه بدهد. آنها میگویند که در آینده نزدیک 1,000,000 دوز واکسین به مناطق مختلف کشور انتقال داده خواهد شد. مونږه د زراعت وزارت تخنیکی ټیمونه مسئله صحت ولېګلو اې دې پر اچ خلک په دې باندې هم په هوای وشي، خلک د دې مرض نه مسئله په دې مرض باندې پوه شي چې دا یو مهلک مرض دی. په دې باندې کار وکوو. د FAO د همکارۍ په سلسله کې 1,25,000 دوزه په لاس ولایتو کې تطبیق شو. سرپرست وزیر وزارت زراعت و مالداری کشور با تشکری از نهادهای جهانی گفت که در این عرصه باید سازمانهای جهانی توجه بیشتری را انجام دهد و تأکید میکنند که روند زراعت و مالداری در کشور معیاری خواهد کرد. مسئولین وزارت زراعت با همه مسلکی‌ها و کارمندان خود مصمم هستیم که تصمیم داریم، تصمیم قاطعی که ای را معیاری بسازیم. از یونما و از سازمان بین المللی، خصوصا سازمان خوراکی و زراعتی که در بخش کار بکنه، تا به حالم توجه خوبی داشته، از این بعد توجه بیشتری بکنه تا که ما زمین ساز باشیم که اونمو هدفشانه که ما حقوقو به تحقیق برسانیم. این مرض حیوانات به گفته متخصصین به انسانها انتقال نمی شود و استفاده از گوشت حیوانات مریض مشکل را به انسانها ایجاد نمی کنند، اما تأکید می کنند که حیوانات باید واکسین شوند.
نزدیک به 60 زندانی افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند. مسئولین کنسولگری افغانستان در یک از شهرهای پاکستان میگند که افغانهایی که در 29 ماه اپریل آزاد شدند از راه چمن به افغانستان انتقال داده شدند که تعداد آنها به 56 تن میرسیدند. به گفته مقامات پیش از این هم با تلاش های فراوان 2276 زندانی افغان از زندانهای مختلف شهرهای پاکستان آزاد و به افغانستان برگشتند. آگاهان امور میگند آزادی مهاجران افغان از سوی پاکستان در روابط دو کشور تأثیرات مثبت دارد. در همین حال مردم عام میگند که در داخل کشور زمینه های کاری برای آنها فراهم شود. نیاز نیست تا به کشورهای خارجی بروند. امارت اسلامی یک بار دیگر از آزادی تعداد از مهاجران افغان از زندان‌های مختلف پاکستان خبر داده است. مولوی عبدالجبار جنرال قنسول افغانستان میگوید که زندانیانی که در 29 اپریل از زندان‌های پاکستان آزاد شدند از راه چمن به افغانستان انتقال شده است که تعداد زندانیان آزاد شده به 56 تن میرسد. محبوسینی که امروز به تاریخ 29 اپریل 2023 میلادی رها شدند از راه مرز چمن راهی وطن هستند تعدادشان 56 تن است. در اینها اطفال هم شامل است و قبلا هم 2220 تن با شمول اطفال و زنان رها شده از راه مرز چمن راهی وطن گشتند و امارت اسلامی تمام مصارف این را از قبیل فیس وکیل مدافع، از قبیل جرمانه، از قبیل کرایه را توسط کنسولگری کراچی ادا نموده است. در همین حال آگاهان امور میگویند که آزادی زندانیان افغان از سوی پاکستان در روابط دو کشور تأثیرات مثبت دارد و میافزایند اسلام آباد در خاک خود با مهاجران افغان بر اساس اصول رفتار کند. رها ساختن زندانیان شهروندان افغانستانی در پاکستان یک مسئله خوب است، چون که یک بخش عمده این زندانی ها به طور بیگناه اونجا زندانی هستند. البته ایتو یک نوع گرمی و بهبودی در رابطه پاکستان و افغانستان در اواخر مشاهده میشه، یک امر مثبت است، چون که پاکستان و افغانستان همسایه بسیار مهم هستند، سرحدات بسیار طولانی دارن. هر اندازه که رابطه کشور حسنه باشه به نفع دو کشور است. در کنار این شماره از افغانهای دیگر میگویند اگر در داخل کشور برای مردم زمینه های کاری فراهم شود به شمول پاکستان به کشورهای خارجی مهاجرت نمی کنند. آنها از حکومت می خواهند که برای آنها فرصت های کاری را فراهم کنند. ځوان په هیڅ دمد غوښتنه ده د هیوادوال نه، بل خصوص د حکومت نه، د اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه ده چې کار زمينه برابره کړي. هغه کوم مؤسسات او کوم انجوګان چې دلته دي هغه د فعالیت زمينه برابره کړي. از دولت امیر مې خوایم چې د وطن مو شما کار باشه، دغه زمينه کار مساعد باشه، به جوانو کار باشه، دغه بوتونه کې یک درس تعلیم یک جای خوبتر به یک جای دیگه یک وظیفه. رئیس قنسول افغانستان در اسلام آباد ادعای را رد کرده است که برای زندانیان افغان در اسلام آباد پاکستان تلاش کرده است. بعضی عناصری که ادعا میکنند که ما برای افغانها مصارف کردیم و کل گرفتیم، کدام حقیقت ندارد، شایعات بیجا است. باقی محبوسینی که مانده به سلسله رهایی آنها هم کوشش جاری است، هر چه زودتر آنها هم انشاءالله رها خواهد شد و به وطن برخواهد گشت. قابل یادآوری است که در این اواخر تعداد از زندانیان افغان در ایران با تلاش امارت اسلامی آزاد و به کشور بازگردانده شدند. قابل یادآوری است که بر اساس گزارش ها کشورهای ایران و پاکستان با مهاجرین افغان رفتار نادرست و غیر انسانی می کنند. در شرق کشور 90% مریضی مالاریا نسبت به گذشته افزایش یافته است. مسئولین این اظهارات را در جریان تجلیل از روز مالاریا در ولایت ننگرهار بیان کردند. رئیس صحت عامه ننگرهار میگوید که باید از تمامی نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند، میخواهند که در این زمینه آگاهی عامه به مردم را ایجاد کرده و در پیشگیری از آن تلاشی جدی کنند. از سوی دیگر باشندگان ولایت ننگرهار انتقاد کرده است که برای جلوگیری از مالاریا هیچ کاری را انجام نکرده است.
این نشست به منظور تجلیل از مبارزه با ملاریا در ولایت ننگرهار برگزار شده است که همه ساله در 25 اپریل در سراسر کشور تجلیل می شود. در این نشست تعداد زیاد از کارکنان صحی ولایت ننگرهار و مسئولین نهادهای مختلف اشتراک داشتند. مسئولین می گویند 90% بیشتر از گذشته موارد ملاریا در شرق افزایش یافته است، اما به مردم اطمینان می دهند که توجه ویژه در این زمینه خواهند داشت. رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار از تمام نهادها و سازمانهای داخل در پیشگیری از ملاریا می خواهد که تلاش جدی کنند. سختی مدیترانه در حوزه پوری علالری چی افغانستان هم پدی سیمه کې افروت دی. سلور دیش ولایتو څخه د ملاریا تقریبا 1,500,000 پیش سب شوی دی، چی نوی سلنه د ګران هیواد د ختیځ سیمه یعنی ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې ثبت شوی. ملاریا په افغانستان کې یو لوی روغتیایي ننګونه ده، چیرته چې د هیواد په شاوخوا کې 20% نفوس د ملاریا لوړ خطر سره سیمو کې ژوند کوي. دکتران تغییرات اقلیمی و استفاده نکردن از پشخانه ها بازگشت مهاجران از پاکستان را دلیل افزایش بیماری ملاریا می دانند که به همین دلیل تعداد زیاد بیماران مبتلا به ملاریا افزایش یافته است. د 2002 کال د 2000 په دې خوا 2 بلیون په افغانستان توزیع شوی ټول اندی په مالیکو 2 بلیون ان بیرل وړ فیصدی ده. خو په دې کې که وګورئ موږ اوس تاسو فیصدی د استعمال له سم ډیره کمه ده، او د بل طرفه که موږ تاسو دغه دندو د مایس منځ بیسو نه واځي ملاریا بلکې ډیری ساري ناروغي د سر کنټرولېږي چې پیخه پکې 90% ثبت کیږي. دا رسمي ارقام دي، دا د ختیځوال لپاره یو بد زیری ده، او دې په مقابل کې د ختیځ زون ټول صحی کارکون کې نظر به گزارش سازمان صحی جهان ملاریا یک مشکل صحت عامه در افغانستان خصوصا در ولایت های شرقی افغانستان مانند ننګرهار، لغمان، کنر و نورستان می باشد. از سوی دیگر مردم میگویند عدم جمع‌آوری به موقع کثافات در سطح شهر و محلات، وجود آب‌های ناپاک در اماکن عمومی زمینه را برای شیوع این بیماری ایجاد کرده است. برای پیشگیری از بیماری ملاریا از مسئولین صحی می‌خواهند که روند آگاهی عمومی را تصریح کنند تا از ابتلا به بیماری ملاریا پیشگیری گردد. او څومره چې ورته په کار ده چې د اوړي را روان دي، د اوړي پر اتک سره باید چې عامه پوهاوی او د عامه پوهاوی سره په څنګ کې د ملاریا دپاره پشخانې او دې سره ورته دوا پاشۍ په برخه کې باید چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي، ذهنیت سازي وشي. د اسلامي امارات مسؤولینو څخه دا غوښتنه کوو چې د ملاریا پر وړاندې چې ملاریا اوړي کې زیاتېږي، په دغه موسم کې باید اما پوهاوی ورکړل شي او همدارنګه د ملاریا د مخنیوي اړوند ټول هغه لوازم چې ملاریا یک بیماری ساری و تب دار است که از طریق نیش پشه انافیل از فرد مبتلا به فرد سالم منتقل می شود. به گفته دکتران اگر مردم در فصل گرما مراقب صحت سلامتی خود باشند، نه تنها به ملاریا مبتلا نمی شوند بلکه از بسیاری از بیماری های دیگر نیز در امان خواهند بود. هزاران تن به اثر حوادث طبیعی جانهای خود را از دست دادند. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که در سال 1401 هجری خورشیدی به دلیل حوادث طبیعی هزاران تن جانهای خود را از دست دادند و نزدیک به 2000 تن دیگر زخمی شدند. رحیمی افزوده است که در جریان این مدت 90,000 حیوان تلف و 40,000 خانه به طور مکمل و یا هم جزئی تخریب شدند. همچنان رحیمی میگوید که به حمایت نهادهای کمک رسان بین المللی به هزاران خانواده های نیازمند کمک کردند. این در حال است که امسال بارندگی ها و سیلاب ها به گونه گسترده در ولایت های مختلف کشور به مردم زیان های مالی و جانی وارد کرده است. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی میگوید در سال 1401 بیش از 1000 نفر در اثر حوادث طبیعی جان خود را از دست داده و بیش از 2000 نفر زخمی شدند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت میگوید که در نتیجه این حوادث 40,000 خانه به طور کلی یا جزئی تخریب و 90,000 حیوان از بین رفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. تغییرات آب و هوای شدید در حال حاضر هم رخ دادند و زندگی و معیشت مردم را تهدید می کنند.
با گرم شدن بیشتر برخی از مناطق ممکن است غیر قابل سکونت شوند، زیرا زمین های کشاورزی به بیابان تبدیل می شوند. در مناطق دیگر اتفاق برعکس می افتد. بارش شدید باران باعث جاری شدن شدید سیل می شود. همان طور که ما در سال گذشته در افغانستان شاهد حوادث طبیعی همچون سیلاب، خشکسالی و سایر حوادث بوده که متاسفانه از اثر این حوادث در سال 1401 بیشتر از 1000 تن شهید، بیشتر از 2000 تن مجروح، بیشتر از 40000 منزل مسکونی به گونه کلی و قسمی تخریب، بیشتر از 90000 رأس معاشی تلف شد و زمین‌های زراعتی از بین رفته است. وی میگوید در این مدت با حمایت سازمان‌های بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه به خانواده‌های آسیب دیده کمک کرده است. رحیمی از نهادهای بین‌المللی تغییرات اقلیمی خواسته است در رابطه با تغییرات اقلیمی و آسیب‌های ناشی در آینده با آنها کمک کنند. این وزارت در همکاری با موسسات ملی و بین‌المللی کمک‌های عاجل بشری را برای متضررین توزیع نموده و متعهد به اتخاذ تدابیر وقایعی به منظور جلوگیری از بروز حوادث بیشتر در سطح کشور می باشد. کشورها توافق کردند که با همکاری مشترک با تغییرات آب و هوا مقابله کنند و برای کشورهایی که در تغییرات اقلیمی نقش نداره و در معرض خطرات تغییرات اقلیمی قرار دارند همکاری نمایند. از این رو ما از کشورهای که نقش چشمگیر در تغییرات اقلیمی دارند تقاضا می نماییم تا به تعهدات خویش پابند بوده و در قسمت جلوگیری و وقایع از وقوع حوادث که از تغییرات اقلیمی به وجود می آید هم کاشند. سیلاب های اخیر در برخی از ولایت های کشور خسارات جانی و مالی سنگینی به مردم وارد کرده است. برخی از دهقانان از وقوع سیلاب ها شکایت دارند و می گویند سیلاب ها به زمین های زراعتی آنها خسارات وارد و محصولات یک ساله آب از بین رفته است. نرخ افغانی در بدل اسعار خارجی در بازارهای کابل. وضعیت آب و هوا. و به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرها. از همراهیتان سپاسگزارم. وقت بخیر.